سلام، من حسن سربخشیان هستم. به برنامه سیوم دریچه خوش آمدید. در این برنامه به بررسی آثار چند عکاس جوان خواهیم پرداخت. ابتدا آثار آروین، کارتونیست روزنامه‌های ایران رو می‌بینیم که عکس‌های خودش رو در اینستاگرام به صورت مرتب منتشر می‌کنه. آخ ببخش. سالها پیش از خواهشی چنینده بودم یکی از مشتری ها که مهندس معمار خوشفکر و کاربلدی هم بود، هر وقت افسرده میشد میرفت با یه پرس چلو کباب کوبیده رفع افسردگی میکرد و حالا احوالش موضوع میشد. امروز اینستاگرام برای من حکم همان چلو کباب مهندس راشد را دارد. از زمانی که پیداش کردم روزی 3 نوبت تا 17 حرکت دچارش هستم. ایده هایی که می آمدند و بودند و نه قصه می شدند و داستان کوتاه نه در قالب شعر می شد گفتشان، نمیشد کارتونشان کرد. حرفایی که نگفته میماند، نجواهای روزمره‌ای که فراموش میشدند، حالا امکان حیات در کپشن تصویری مربوط یا حتی نامربوط را داشتند. تصویر و متن لزوماً مربوط به هم نبودند، هر کدام راه خودش را میرفت و هر وقت نیاز بود بهترین همکاری مشترک را داشتند و چفت هم میشدند. اما اشتیاق من همیشه به خود عکس بوده و عکاسی. برای تیک دادن با لعبتی، پوز دادن عرفتی، بیان منظوری با ایما و اشاره و گنگویی میانه ای نداشتم، مگر اینکه چیز مبهمی اگر هم بوده تندش جانای افتاده یا گنگیش موضوع کارم بوده. باری هر که را که دوست می داشتم توی کادرم بوده است. اغلب معاشران و اطرافیان و مردمان هم که قربانش بروم دوستشان دارم و کمتر درگیر تنش داشتم با دیگرانم. با دیگرانی که مانند من و عین من هستند، در هر لحظه ام و عین من هستند، ذهن همه من مشغول خیش و نگران خیشان خیش و پیرامون من است. اعتراف میکنم بخش اعظم زندگیم آن نیست که در اینستاگرام هم هست. این رو هم بگم که از عقل بدوره که یک شخصی هر جا که میره به نوعی اعلام عمومی کنه، جدا از خودنمای بیهوده و شعاف همچین کاری، چیزی از حریم خصوصی آدم دیگه باقی نمیمونه. من نیز به این موضوع واقفم و کمتر پیش میآید در همان لحظه ثبت تصویر آن را منتشر کنم و بگویم من کجام. اکثر تصاویری که در اینستاگرامم کار میکنم مربوط به زمانی میان یک روز تا دو ماه پیش از انتشارشونه. باید وقت کافی باشه تا روشون کار بکنم و به هنگامه درستش هر مورد رو خرج کنم. از هر موضوع گاهی میان 10 فریم با صرف زمانی نسبتا زیاد و با وسواس باید یک شات رو انتخاب کنم و نهایتا رویش کار کنم و همان یک شات تصویر را به سلامتی ببرم بالا. با ارسال هر تصویر انگار چیزی ناخوش در من میمیرد، قلبم آرام میشود و اراده و عشقم به زندگی جان میگیرد. خانم پروین سعادتی که عکاسی مستند انجام میده، دانش آموخته رشته عکاسی در دانشگاه هنرهای زیبا در تهران است. عکس‌هایی از خانم سعادتی که در محله دروازه‌قار تهران عکاسی شدن رو با هم میبینیم. یه دوستی دارم، شخصیتش کپ بهروز وثوقیه. خیلی پسر بامرام و مشتیه و یه روز که باهاش حرف می‌زدم راجع به مردم، زندگی و جامعه و از این قبیل چیزا، گفتم رضا می‌خوام برم یه جایی که کسی نرفته، جایی که مرکز مواد و اعتیاد و فقره. گفت میریم، اما گفته باشم خطرناکه، اونم واسه یه دختر. خلاصه سوار موتور شدیم و رفتیم به سمت میدون شوش و پایین‌تر. همینطور کوچه پس کوچه‌ها رو رد کردیم تا رسیدیم به یه قهوه خونه توی یه خیابون پهن‌تر. و گفت خیلی خوب رسیدیم، از اینجا شروع میشه، اینجا دروازه قاره. پیاده شدم، سر کوچه یه مردی رو دیدم، سلام کردیم و حرف زدیم. اسمش اکبر زاغی بود. صدای خشدار سیگاری داشت. گفت من زمان شاه تو لاله‌زار نمایش میدادم، من آکتور بودم، واسه خودم کسی بودم، کلی طرفدار داشتم. رفتیم بالاتر با موتور، همینطور آروم رسیدیم به یه میدون. دیدم یه زنی با چادر سیاه نشسته پشت به ما رو چمنا، یکم اونورتر یه سرباز ایستاده بود. یکم بعد زن پا شد و یه پسر بچه 10 یا 12 ساله نشست سر جای اون. یه سرنگ از تو چمنا برداشت و باورم نمیشد چون مأمور بود. دوربین رو در آوردم، رفتیم بالاتر. یه پارک بود. رضا گفت اینجا خیلی گیر میدن، میخوای عکس بگیر و بریم زود.
یه جوونی رو دیدم داشت توت میخورد. رفتم جلو حرف بزنم، اما اونقدر نشه بود که جواب سلام هم نمیتونست بده. اسمش سجاد بود. از خالکوبی رو دستش فهمیدم. دوربین رو درآوردم عکس بگیرم که صدای داد بلندی شنیدم. گفت اصغر بگیرش. برگشتم دیدم دو نفر سمتم میدوئن. گیج شدم. یه آن رضا صدام کرد، پریدم ترک موتور، قلبم تون میزد. رضا گفت اینا ساقی این پارکن، فکر کرده خبرنگاری چیزی هستی ترسیده. گفت اینجا باید حواست باشه، یا مامورا گیر میدن یا مواد فروشا. اون بدبختایی هم که مواد میزنن اصلا جون ندارن حرف بزنن. خلاصه منو برد پیش یکی که میشناخت، پشت یه ساختمون خرابه. اسمش مهدی بود، هم مواد میفروخت و هم میکشید. خرده فروش بود، اما همه میشناختنش. یه جورایی هم ازش حساب میبردن. وقتی اومد یه مردو دیدم که خیلی شکسته بود. میدونی درد و میدیدی تو نگاه خستش، تو صداش میشنیدی. یکم حرف زدیم. گفتم چرا مواد رو بیخیال نمیشی؟ گفت ببین آبجی، من تو این محل بزرگ شدم، کف همین خیابونا. ننه بابای درست حسابی هم نداشتم. دور و بریام هم همینان که میبینی. نه درس خوندم، نه کاری دارم، نه پول دارم. ماها حتی غذا نداریم واسه خوردن. چند بار رفتم واسه ترک، اما نمیشه لامصب. وقتی رفتی تا تهش باید بری. تهش فکر کردی کجاست؟ همینجا که تو وایسادی و عکس میگیری. واسه تو شاید تازگی داره، اما واسه ما نه. یا معتاد یا تنفروشی یا دزد و لات و چاق و کش که ریختن دور و برت و تو جایی نداری بری جز اینکه وسط همین سگدونی جون بدی. چرا نکشم؟ میخوام انقدر بکشم تا بمیرم. نکشم چیکار کنم؟ هیچکی دلش واسه ما نسوخته. ما بدبختیم. اه، سرم درد میگیره وقتی اون روزا یادم میاد. یکم بعد یه پسر جوونی اومد، ظاهر ساده ای داشت، با یه کوله پشتی و نشست کنار دیوار و کراک میکشید. اونا بهش میگفتن پفک. ازش اجازه گرفتم و یه عکس گرفتم. بعد یکی اومد اسمش اسی بود. میخواست گیر بده که مهدی باش حرف زد و اونم بیخیال شد. آدم عصبی بود. ازش که پرسیدم شیشه میزد. تمام دستش پر از زخم و پارگی بود. گفت فکر میکنم یه جونور زیر پوستم با سنجاق و چاقو میبرتم. اما یه عکس از دستش گرفتم. گیر داده بود شماره تو بده واسه مواد بیارم. وسط همین حرفای مامور لباس شخصی اومد با بیسیم. گفتم دیگه تمومه. دوربین رو گرفتن که مهدی و بقیه ریختن دورش، حرف زدن و ما سری رفتیم از اونجا. دمشون گرم که با همه خماری و نشگی مرام داشتن. از بین کوچه های تو در تو که گذشتیم رسیدیم به یه خیابون و بعدم تمام شد. همه اون آدما و اتفاقا همش توی یه ساعت بود. حرفای مهدی همش تو سرم تکرار میشد. ما میمونیم با بدبختیامون و شماها میرید واسهتون یه خاطره میمونه و یه تجربه که واسه همه تعریف کنید و بعدش هم هیچی. عکس‌های خود را با ایمیل dariche@vionews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.